بله، ممنونم وکیل مرس عزیز، ممنون از شرکت شما. آقای امیدیار، در بخش دوم 100% به شما میکروفون خواهم داد. آقای عبدی، شما برای بخش اول آمادگی دارین و ادامه صحبتتون؟ بله، بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. مرسی آقاب جان و ممنون از دوستان و رفقایی که سوال کردن و نظر دادن و غیره. من خیلی مختصر بهشون جواب میدم چون میخوام برم سر این تلفن پرواز. این سوالی که کردی، اتفاقا این کتابی هم که گفتیم همین هفته پیش خوندم، یا کل کتابو نخوندم ولی بحث اصلیش رو خوندم، که من خودم دفعه اول، احتمالا نیوروساینتیست های دیگه هم هستن که این بحث رو میکنن، ولی دفعه اولی که به این شکلی یه مجموعه میخونم. اسمش هم یادم رفت، اسم نویسنده شو. و میدونم که بحث اصلیش حول اینه که ما خب توی جامعه شناسی و به خصوص جامعه شناسی و روان شناسی و مردم شناسی یه پدیده هست که همیشه سرش گیرن، که میگن مثلا انسان اینطوری رفتار میکنه، همین که من الان نوشتم، بر مبنای نیچر یا نرچر، یعنی بر مبنای طبیعتش داره این کارا رو میکنه یا بر مبنای اینی که چجوری بزرگ شده. و خب هر کسی یه طرفو میگیره، یه سری میگن نیچر، یه سری میگن نرچر، و این بحث الان سالهای سالی که ادامه داره. ولی این کتابی که جدیدن، که فهم کنم همون کتابی است که رفون پرواز بهش اشاره کرد، بحثش اینه که ما اصلا نباید این دوتا رو از هم دیگه جدا کنیم، بلکه این چون نوروساینتیست هم هست دیگه، یعنی روی مغز و اعصاب و به خصوص ذهنیت و مغز کار میکنه، جوابش اینه که این نقطه‌ای که ما هستیم امروز، یعنی بشر هست امروز، در واقع یک پروسه تکاملیه، همونجوری که پرواز گفت میلیون ها ساله است. یعنی این فقط به این بر نمیگرده که تو ذهنت چجوریه و پدر مادر چجوری بزرگت کردن، که میشه مثلا جامعه شناسی و روان شناسی، بلکه به این بر میگرده که مثلا 1,000,000 سال پیش تکامل مغزی بشر به چه شکل بود و اینجوری که مناسبات داشت تغییر میکرد چجوری تکامل پیدا کرد تا اینکه به اینجا رسید. این بحث اصلی، این اونجوری که من فهمیدم از کتاب، بحث اصلیشه. من نمیدونم، یعنی نمیدونم که میشه، من میتونم یا این قابلیت دارم که تصمیم بگیرم بحثش درسته یا نادرست، ولی تنها چیزی که موقع داشتم کتابشو میخوندم به ذهنم رسید، یه سوال فلسفه است و سوال جامعه شناسی هم نیست. درسته، بیهیویر یه چیز دیگه هم توش داره، و اون بحث فلسفی اینه، یا تئوری فلسفی، یا سوال فلسفی اینه که آیا ما امروز اینجایی که هستیم، یعنی تاریخی که بشر امروز توش هست، اجتناب ناپذیره یا میتونست یه شکل دیگه بشه؟ بحثی که این آدم میکنه در واقع داره میگه اینجایی که ما هستیم اجتناب ناپذیره، چون پروسه تکاملی ذهنه، یا مغز بیشتر، ذهن نه مغز. این پروسه تکاملی اگه به این شکلی که داره گفته میشه تکامل داشته باشه، یعنی توی بحثش یه چیزی به اسم، ببخشید من اینا رو مینویسم، ولی خوبه که دوستان این ترمینولوژی رو بدونن، توش تیلیالوژی هست، یعنی از یه نقطه ما شروع میکنیم و به یه پایانی میرسیم، و دلیل تیلیالوژیکال بودنش هم اینه که علمیه، یعنی نوروساینتیفیکه و جامعه شناسی یا روان شناسی یا مردم شناسی، حالا علوم سیاسی و غیره نیست. بنابراین متدولوژی این آدم تیلیالوژیکه، یعنی از یه نقطه ما شروع میکنیم و یه جای دیگه میرسیم. این مونه که اون مثالی که ارسطو میزنه، که ما مثلا اگه تخم سیب بکاریم تو زمین، نهایتا درخت سیب میده، درخت پرتقال نمیده، یا یه چیز دیگه. حالا جبر تاریخ هم نیست، تاریخ نمیشه اصلا گفت، این بیشتر به طبیعت ربط داره، یعنی انسان و غیره.
در حال این اون بحثه، یعنی تنها چیزی که من به نظرم میرسه تو نقد این، ولی واقعا توی هیته من نیست. من این اصلا از نوروساینس هیچ خبری ندارم، من نمیتونم بگم، هیچی نمیتونم راجبش بگم. واسه همین اگر جواب قانع کننده ای ندادم ببخشید، فقط میدونم که بحث اینه، بحث این نویسنده یا این نوروساینتیست اینه. صحبت رفیقمون پویان اینی که خب آره، اینی که چی انحراف اجتماعی، تابع قوانین اجتماعی دیگه. و من نمیدونم، شاید درست نفهمیدم، ولی فکر میکنم رفیقمون پویان گفتش که چیزایی هست که همیشه منحرف بوده یا همیشه قابل قبول بوده، ولی یعنی همیشه بوده هست و خواهد بود. که مثال بردهداری رو زد. اتفاقا من فکر می‌کنم اگر این چیزی که درست فهمیدم از صحبتش، اون مثالی که زد در تضاد با سوالی هست که کرد یا نظری هست که داد. چون اگر یک فیلسوف بوده که گفته بردهداری بده، پس میشه اون فیلسوف منحرف دیگه، یعنی بقیه قبول داشتن که بردهداری خوبه. بنابراین خب پس میشه اون آدمی که طرفداری از انسان کرده، از آزادی انسان کرده، توی مقاطعی منحرف بوده. اصلا هم نمیخواد برگردیم به یونان یا روم قدیم، برگردیم به 167 سال پیش آمریکا، 200 سال پیش آمریکا. اصلا طبیعی بود که آدم باید برده داشته باشه، به خصوص که سفید بودی، یعنی مشخصا که اگه سفید بودی. مثلا یه سری هم بودم گفتم برده‌داری خوب نیست، ولی اون کسایی که مثل جان براون و نمیدونم غیره میگفتن برده‌داری بده، خب جزء منحرفا بودن. یعنی این منظورم هم همینه، شما میتونی از یه سری مسائل خیلی طبیعی به قول رفیقمون پویان انسانی دفاع کنی، ولی میشی منحرف. همین الان این صحبتی که ما داریم میکنیم راجع به اون مثالی که من زدم که این شوهر میره دارو میدوزه و اون دکتر و غیره، این میشه. یه سری معتقدن شوهره وقتی دارو دوزیده منحرفه، یه سری معتقدن نیست. بعدم یه سری مثل رفقایی که امروز صحبت کردن میگن اصلا چرا این آدم رفته دارو رو درست کرده بعد قایم کرده که پول بسازه، این طرف مریضه. یعنی اینا همه نظرات مختلفی هست که معتقد یکی غیر از دیگری منحرفه. بنابراین میگم نمیشه گفت یه چیز همیشه منحرفه، یه چیز همیشه نیست. حالا هم که دارم راجع به این صحبت میکنم، این صحبتی که رفیقمون جوان کرد که متدولوژی خیلی مهمه و غیره، من متاسفانه موقعی که دارم اینجا صحبت میکنم حالا یه دو سه ساعت وقت دارم صحبت کنم، ولی اگر من یه همچین سوالی مثلا سر کلاس میکنم، امیدوارم این نشون دهنده این نباشه که تنها چیزی است که ما تو کل ترم راجبش صحبت میکنیم. من خودم یه متدولوژی دارم، ولی خب آدم وقتی 16 هفته یه درسی رو داره میده، حالا یه انحراف اجتماعی یا تئوری جامعه است یا هرچی، سر کلاس که میره در روز، خب 4 تا مثال هم میزنه، 4 تا سوال هم میکنه. بعدم دوستان رفقا، سر کلاس شما وقتی که میخوای دانشجوات رو بسنجی، ازشون سوال هایی میکنی که راجبش فکر کنن، نه اینکه هرچی رو به جوی بذاری تو دهنشون. این باعث فکر کردن هیچی نمیشه. منم هیچ کدوم از کلاساتمون امتحان میگیرم، نه تست و کویز و این چیزا دارم، فقط هم صحبت و نوشتنه. بنابراین از دانشجو میخوام که فکر کنن دیگه. بعدم از این سوالا خیلی میکنم سر کلاس. این سوالا هم لزوما متدولوژی منو نشون نمیده برای درس دادن، برای خوندن، برای نوشتن، برای فکر کردن، بلکه نشون میخوام ازشون صحبت بکشم. اگر نمیدونم جزو این دوستان رفقایی که این 35 نفری که دارن گوش میدن کدومتون درس میدین یا درس میدادین تو دانشگاه یا هر جا دبیرستان، ولی بزرگترین مشکلی که من دارم سر کلاس، هیچ ربطی هم به این نداره که چی دارم درس میدم، مشکل کنجکاو بودن دانشجوه. یعنی اصلا من نمیدونم آدمایی که امروز دارن درس میخونن، نمیدونم، یعنی واقعا نظر فلسفی میگم، نمیدونم چرا دارن درس میخونن. میدونم
میدونم میخوان درس بخونن مدرک بگیرن کار پیدا کنن، اینو میدونن، این که مثلا دیگه همشون میگن و مشخصه، ولی غیر یعنی شما این فرمولو بکشیم بیرون اصلا معلوم نیست چرا نشستن سر کلاس، چون کنجکاوی و یاد گرفتن جزء ارزشاشون نیست. همین علاقه به مطلب، اصلا من نمیبینم علاقه به مطلب، یعنی مثلا یه چیزی میگن آه من چقدر این درس رو دوست دارم، ولی بر مبنای این حرف نمیشه اون دانش رو نقب زد، چون اصلا یه چیز، یعنی یه پدیده دیگه است. به همین دلیل دارم میگم از زبان این دانشجو یا از قلم این دانشجو کنجکاوی کشیدن و فکر کردن خیلی مشکله، شما باید حسابی دست و پا بزنید تا بتونی از دهنشون حرف بکشی. در هر حال در رابطه با تئوریا، این تئوریایی که میگم کاش من اینو، من فکر کنم همیشه این حرف رو میزنم ولی جاق انجام نمیدم، بعض وقت انجام میدم، بعد به شکل یه نوشته کوتاهی میفرستادم که من اینجوری که دارم میخونم دوستان نگاه کنن و بعد اگه خواستن سوال کنن، ولی تحت اون بررسی پوزیتیویست من سه تا تئوری رو میگم و تحت بررسی ساختارگرایی هم میگم، ولی در هر حال تحت تئوری پوزیتیویست سه تا تئوری اصلی هست که یکی انومی یا انومی و استرین تئوری هست. من اینا الان می نویسم که اگر خواستین بعداً نگاه کنین، که بحث اصلیش اینه. ببینید این بحث 1938-39 در اومد تو جامعه شناسی. جامعه شناسی هم دهه 20 و 30 مدام داشت با اون پدیده جدید روانشناسی، روانکاوی که فروید عمدتاً بنیانگذارش بود، داشت میجنگید، یعنی داشت میگفتش که یه سری مسائل هست که توی روانکاوی، روانشناسی نمیشه توضیح داد، باید جامعه شناسی توضیح بده، و توی این مسائل انحراف اجتماعی و غیره خیلی وارد شد، وارد این بحث شد جامعه شناسی. یکی از کسایی که نوشت یه جامعه شناسی به اسم مرتون، یا اسم اولش رابرت مرتون، 1937-89 که یه چیزی نوشت به اسم استرین تئوری که هنوزم که هنوزه ازش استفاده میشه و خیلی هم همه فکر میکنن که مسائل رو توضیح میده. حالا من توضیح خواهم داد که چه تئوری است و ببینیم تو چی میگه، ببینیم دوستان چی فکر. ببینید مرتون برخلاف فروید اگه چیزی راجبش میدونین، یعنی سیگموند فروید موقع که مسئله روانکاوی رو مطرح کرد گفتش که جامعه عموماً بازدارنده انحراف اجتماعیه. بله، استرین تئوری، این که دارم میگم فروید گفت، ولی استرین تئوری یه بحثی داشت با فروید، یعنی مرتون یه بحثی داشت میکرد با فروید. فروید میگه که انسان به اصطلاح وحشی به دنیا میاد، یعنی طبیعت انسان وقتی از فروید بپرسی چیه، میگه افسار گسیخته است و مدام انسان طوریست که باید کنترلش کرد، و اگه کنترلش نکنی و اون مثلا مکانیزمایی که توی جامعه وجود داره نتونه انسان رو کنترل کنه، کارهای عجیب غریب وحشی و غیر و غیر میکنه، که اون کارهایی که کنترلش میکنه رو تو اون مثلا ترمینولوژی خودش بهش میگه سابلیمیشن، یعنی مثلا شما اگه میری میدوی واسه یه ورزش، یا میری یه کارهایی میکنی که انرژی باید مصرف بکنی، این مالی نیست که واقعا دلت میخواد این کارو بکنی، واسه نیست که داری سرکوب میکنی اون خصائص ضد اجتماعیت رو که بتونی زندگی رو بکنی، یعنی وقت اون ایگو و سوپر ایگو، یعنی اون سه جانبه انسان رو مطرح میکنه که میگه اید و ایگو مدام در حال جنگن و یه سوپر ایگو میاد آشتیشون میده و غیره.
و نظر فروید این بودش که ما جامعه مدام داره جلوی این وحشیگری انسان رو میگیره، یعنی کنترل میکنه که انسان انحراف اجتماعی خودش نشون نده. مرتون بحثش این بودش که اتفاقا برعکس، دلیل این که انحراف اجتماعی خیلی وجود داره تو جامعه واسه اینست که جامعه مدام تشویق میکنه که انسان این انحراف اجتماعی رو نشون بده. و توضیحش اینه، یعنی چرا جامعه تشویق میکنه برخلاف اون چیزی که فروید میگفت، اینه که میگه توی هر جامعه، یعنی مرتون اینو میگه، میگه توی هر جامعه آره میشه تحریک هم گفت، تحریک میکنه، توی هر جامعه یه سری اهداف هست، اهداف اجتماعی هست که مردم میخوان بهش برسن و تعریف شده است، و یه سری وسیله هایی است که از طریق این وسایل میشه رسید به این هدف. مثلا اگر شما میخوای مهندس بشی، دکتر بشی، وکیل بشی، هر چی میخوای بشی، تو آتش نشانی کار کنی، میخوای سیاستمدار بشی، هر چی، یه سری وسایل هست که باید ازش استفاده کنی، مثل درس خوندن، مثل این ورور کار کردن، مثل تجربه پیدا کردن. از اینا اگه استفاده کنی میتونی برسی به این هدفی که داری و این هدفی که خودت داری و اهدافی که جامعه برات از قبل تعیین کرده داری، اینا قابل دسترسی هستن از طریق این وسایل، یعنی دیگه حالا پول، درس، انرژی، تجربه، از هر چی. ولی میگه توی جامعه 5 گروه هستن. من اینا رو می‌نویسم چون ممکنه به درد بخوره. اینا رو نگاه بکنین اما به معانیش میخوره، یعنی اون چیزی که این 5 تایی که نوشتم: conformist, ritualist, innovator, rebel, retreatist. conformist اونایی هستن که این 5 گروهی هستن که تو جوامع هستن. این 4 تا از این 5 تا وسائلی رو که باید به اهداف برسن ندارن، فقط یه گروه داره. اون 4 تایی که ندارن که به این اهداف برسن میشن منحرف اجتماعی، میشن که یعنی ما فکر میکنیم و مجبور این کار رو بکنن غیره. اون گروهی که داره این وسایل رو که به هدف برسه انحرافی از خودش نشون نمیده. تنها گروهی که این کارو نمیکنه کانفورمیست ها هستن، یعنی همین اولیش که آدمایی هستن که کانفورمیست، یعنی کسی که مثلا به قوانین و به شرایط مطیعه و میسازه، شاید بشه گفت سازشکار یا سازشگرا یا همچین چیزی. این آدما به خاطر موقعیت طبقاتیشون، به خاطر قدرتی که دارن، به خاطر پولی که دارن و غیره، خانواده، محیط، همه چی براشون میتونه وسائلی رو آماده کنه که برسن مثلا بشن دکتر، بشن وکیل، بشن قاضی، بشن یه چیزی که جامعه قبول داره. و چون هم وسیله رو دارن و هم هدف رو، احتیاجی ندارن هیچ کار منحرفی بکنن چون همه چی در دستشون هست. 4 تا گروه بقیه مسائل خاص خودشون رو دارن. ریچوالیستا، ریچوال که میشه مثلا مثل سنت، یه کاری که همیشه آدم، مثل نماز خوندن، مثل کلیسا رفتن، مثل دعا کردن و غیره، پول دادن. ریچوالیستا آدمایی هستن که وسیله رو دارن به نوعی ولی به هدف به شکل کامل نمیرسن. مثلا یه آدمی که فرض یه دیپلم داره، یا حالا ما میگیم فوق دیپلم، دیپلم یا AA داره یا لیسانس داره، الان هم چون لیسانس زیاد ارزشی نداره، یعنی متاسفانه اینطور شده، ارزشی نداره، یعنی ارزش کاری و غیر و غیر نداره. این آدما هم یه مقداری درس خوندن، همین که مثلا 15 سال، 20 سال، 25 سال دارن یه جا کار میکنن، خیلی هم سخت کار میکنن، متو درآمدشون به اون شکلی نیستش که بتونن نشون بدن که ما مثلا لیاقت اینو داریم که اون به اون اهداف، اون چیزی که جامعه واسمون تعیین کرده برسیم.
بنابراین ممکنه به این دلیل یه سری کارهایی بکنن که انحراف داره و ما هم اینا رو به این شکل، ما یعنی دیگرانی که دارن بهشون نگاه میکنن، به همین شکل بهشون نگاه کنیم. چطوری مثلا تو چون 50 سالته هنوز داری اجاره نشینی میکنی؟ نه حالا ممکنه آدم 50 ساله یه خورده درس هم خونده باشه، مثلا یه درآمدی هم داشته باشه، کار ثابتی هم داشته باشه، منتها به اون چیزی که جامعه ازش انتظار داره هنوز نرسیده. گروه سوم اینوویتوران، یعنی اونا کسایی هستن که درست برعکس ریچوالیستا، آدمایی هستن که وسیله رو ندارن که به هدف برسن ولی به هدف رسیدن. اونا هستن که مثلا از طریق شاید غیر قانونی به یه عالم پول رسیدن، از طریق غیر اخلاقی به یه عالم پول رسیدن. مثلا ممکنه بعضی باشن قاچاق مواد مخدر که میشه غیر قانونی، یا مثلا استریپ تیز کردن یا تو سیکس ورک بودن میشه غیر اخلاقی. یه به پولی میرسن یا به پولی رسیدن که وسیله رو که استفاده کردن ما قبول نداریم ولی به هدف رسیدن. یعنی اینوویتور اینطوری هم میگن ما هدف رو خیلی دوست داریم، اهداف خوبن، ما میخوام مثلا این خونه گنده داشته باشم، تعطیلات برم و غیره و غیره، ولی این چیزای دیگه ای رو که من باید مثلا سالها درس کنم، سالها زحمت بکشم و غیره رو زیاد خوشم نمیاد، میرم از یه طریق سریعتر و کار غیر اخلاقی غیر قانونی و غیره بهش میرسم. این میشه گروه سوم. گروه چهارم ربل هستن، یعنی کسایی که علیه کل سیستم بلند میشن، میگن نه ما هدف این سیستم رو قبول داریم، وسیلهش رو قبول داریم، در مقابلش خودمون یه آلترناتیو داریم، شاید مثلا نمیدونم یه تعداد زیادی یا یه درصد بالایی از این دوستان و رفقایی که الان دارن به حرفای من گوش میدن خودشون رو توی اون گروه بذارن و بگن ما همچون که میبینم از صحبت ها برمیاد که میگن این هم وسیلهش مسخره است هم هدفش، ما برای جفت اینا یه آلترناتیو دیگه داریم که در واقع بشر باید اون کارو بکنه. این هم از نظر اشتباه انحرافه، یعنی این آدم هم چون نه وسیله رو قبول دارن نه هدف رو منحرفن. گروه پنجم ریتریتیز، یعنی کسایی که کلن از جامعه عقب کشیدن، اینا میگن ما نه هدف رو قبول داریم نه وسیله رو قبول داریم، هیچی رو قبول نداریم، آلترناتیو خاصی هم نداریم، ما اصلا از این جامعه بیرون زندگی میکنیم. بر مبنای تحقیقی که شده ایستی بین 3-5% کسایی که، خب درصد کمیه ولی 3-5% هوملس ها، یعنی افراد بیخانه، داوطلبانه کار دارن میکنن، اینا رو میشه جزو ریتریست ها محسوب کرد. یا مثلا ممکنه کسایی رو دیده باشین یا بشناسین که مثلا توی کوههای دور افتاده یا توی جنگل‌های دور افتاده یه اتاق خیلی کوچیک دارن و خیلی کم میان تو شهر یا اصلا جایی که مردم دیگه هستن، بعضی وقتا میان چون مجبورن یه خریدی میکنن برمیگردن سر جاشون، چون اصلا کل این جریان رو قبول ندارن. آیدا خوب، شاید مثال خوبی باشه. آیدا ها، مونتانا، تمام این جایی که پر از کوه و دشت و غیره، از این آدم ها زیاد هستن، اینا میشن جزء و اونا رو هم اجتماع جامعه منحرف میشناسه. بنابراین این چهار گروه از نظر مرتون منظورش اینه، به این دلیل میگه تشویق میشن یا تحریک میشن به قولی که دوستایی که اینجا نوشت که انحراف اجتماعی از خودشون نشون بدن، اینی که اون وسایلی رو که باید جامعه واسه شون بذاره که برسن به اون هدف در اختیارشون نمیذاره، بنابراین داره تشویقشون میکنه یا تحریکشون میکنه یا هولشون میده به اون سمت که دست به کارهای غیرقانونی و غیر اخلاقی و غیره بزنن. خودشون موتور برق دارن. بله، اینا هم جزوشون هستن. این در واقع تئوری مرتونه که از بحث دورکهایم میاد، که دورکهایم کسیست که بحث انومی رو کرد. انومی یعنی بی‌نظمی اجتماعی یا سوشال دیس اوردر، که
که معتقد بود یعنی درکهایم اواسط قرن 19 می نوشت، یعنی 1857-59، مرتون 1937-38 می نوشت، یعنی مثلا 780 سال بعد. از تئوری های بی نظمی اجتماعی دورکهایم استفاده کرد، چون دورکهایم معتقد بود موقعی که بی نظمی اجتماعی یعنی مؤسسه های اجتماع خودشون در بحرانن، بی نظمی اجتماعی به وجود میاد. موقعی بی نظمی اجتماعی به وجود میاد طبیعتا اون خودش بازگو کننده انحراف اجتماعیه. بنابراین دورکهایم و مرتون رو خیلی ها با همدیگه نزدیک میبینن، نظرشون یکی نبود ولی با همدیگه نزدیک میبینن. تئوری دوم پازیتیویست ها یا مثبت‌گرا بهش میگن سوشال لرنینگ تئوری، یعنی تئوری درک اجتماعی. و بحثش هم اینه که انحراف اجتماعی نتیجه رابطه مداوم، این مهمه این کلمه، نتیجه رابطه مداوم با یک یا چند نفر منحرف است. یعنی باید شما در روز، یعنی روزانه با یه سری آدم های به اصطلاح منحرف درگیر باشی، یعنی روبرو با هم دیگه کار کنین، حرف بزنین، وقت بذارین، در مقایسه با آدم های به اصطلاح غیر منحرفی که تو زندگیت هست، که اون موقع از اونا یاد میگیری که چجوری به اصطلاح کارهای منحرف بکنی. و بحثشون هم اینه که همون جوری که ما یاد میگیریم چجوری از قوانین اجتماعی و قوانین فرهنگی و خانوادگی و غیره و غیره اطاعت کنیم، یعنی مثلا ما میریم یاد میگیریم که نشستیم میز شام لخت نشینیم سر میز شام، مثلا شام بخوریم یه بار، نمیدونم مثلا رو زمین نشینیم لخت باشیم جوری هر کاری دلمون بخواد بکنیم، چون اونو یاد گرفتیم. و همون شکلی که اونا رو یاد میگیریم که بشینیم رو صندلی یا بشینیم پای سفره یا غیره، حالا اگر غذا قاشق چنگالیه با قاشق چنگالی، اگه دستیه با دست غذا بخوریم، اون مسائل منحرف رو هم میشه به همین سادگی یاد گرفت. یعنی خود انسان خود به خود نمیدونه که چی منحرفه چی منحرف نیست، جفتش رو به یک شکل یاد میگیره. واسه همینم اگه در رابطه با آدمایی باشیم که منحرفن طبیعتا فهم کنیم مثلا طبیعیه که ما بریم این کارا رو بکنیم، و در صورتی که برای کسی که داره نگاه میکنه یعنی مشاهده‌گر یه همچین چیزی نیست. یه آدمی به اسم دانیل گلیسر اومد یه مقدار اینو یه مقدار بیشتر توضیحش داد و گفتش که این فقط نیستش که انسان با کی وقت میذاره، بلکه به اینه که با کی احساس نزدیکی میکنه، یا کلمه انگلیسیش هست identify، یعنی اون با کی identify میکنه که از اون مثلا اون آدمی که میبینه فرمان برداری کنه، یعنی از اون کپی کنه و کارهایی که اون طرف میکنه یا حرفایی که اون طرف میزنه یا رفتاری که اون طرف داره ازش کپی بکنه، که یه مقدار تکمیلی تر از نظرات اون کسی که سوشال لرنینگ تیوری داد که سادرلند بود. بله شما با این معلومه به منه که با شاملو باش. نظر تئوری سوم زیر پازیتیویست ها هست کنترول تئوری یا تئوری کنترل، که کنترل تئوری همینجوری که آدم میخونه فکر میکنه، یعنی حداقل دانشجوهای من حسو میکنن وقتی بهشون میگم، فکر میکنن که اینی که چجوری باید کنترل کرد و مثلا مناسبات کنترلی باید بیشتر باشه، ولی بحثش این نیست. اتفاقا بحثش یعنی بحث اون کسایی که راجع به انحراف اجتماعی کار میکنن نظر میدن اینه، یعنی به این سوال دارن جواب میدن why. ببخشید من اینا رو انگلیسی می‌نویسم، میدونم که کسایی هستن که ممکنه از جاهای دیگه باشن، ولی یعنی چرا اون آدمای منحرف این کار میکنن. کسایی که به کنترل به تئوری کنترل معتقدن سوالشون اینه
چرا اون سوال از چرا منحرفن، این سوال از چرا منحرف نیستن. یعنی در واقع اینا نرفتن کسایی رو ببینن که انحراف اجتماعی دارن، رفتن کسایی رو تحقیق کردن که انحراف اجتماعی ندارن، بعد گفتن اینایی که انحراف اجتماعی ندارن رو ببینیم چرا ندارن، بعد ببینیم آیا میتونیم بست بدیم یا توضیح بدیم کسایی که دارن، و به یه نتیجه رسیدن. در حال به این نتیجه رسیدن که در کلیت من دارم میگم کسایی که به اجتماعشون، من ببینید این لغت ما متاسفانه توی به فارسی اینم دلیل تاریخی داره، ما کلمه کامیونیتی نداریم، ما فقط اجتماع داریم که همون سوسایتیه. کسایی که به من به کامیونیتی حالا فعلا میگم اجتماع کوچیک، اون گروه اصلیشون، اون کسایی که به اون گروه اصلیشون اونجایی که زندگی میکنن به خانواده غیر و غیره همبستگی دارن و وابستگی دارن، کسایی هستن که انحراف اجتماع، یعنی شما اگه به اون محیط احساس همبستگی میکنی، در اون محیطت کار میکنی، اعتقادات و ارزشات یکی هست با اون محیطی که توش زندگی میکنی و ارزش‌های اون انسان‌هایی که دور و برت هستن تو هم قبول داری، احتمال انحراف اجتماعیت خیلی خیلی کمه. و وقت سوال اونایی که سوالشون رو جواب دادن دیگه، چرا این کارو، چرا انحراف اجتماعی ندارن؟ چون به جامعهشون وابستن. چرا اجتماع، چرا وقت مقابلش، چرا انحراف اجتماعی داری؟ چون به جامعت وابسته نیستی، یعنی احساس همبستگی با جامعت نداری، اون موقع است که باعث میشه که به انحراف اجتماعی، یعنی به چهار مورد اینا معتقدن، انگلیسیش از attachment, involvement, commitment و belief که میشه فارسیش همبستگی، همکاری، تعهد و ایمان. این چهار مسئله باعث میشه که شما به مرتکب به کارهای انحراف های اجتماعی نشید. این شد سه تا تئوری زیر مثبت‌گرایی یا پوزیتیویسم. حالا این چند تای بقیه رو که میگم تحت لوای ساختارگراه هست که بیشتر صحبت هایی که یا سوال هایی که رفقا کردن توی این چند دقیقه اخیر، من فهم میکنم میشه بیشتر رفقا رو تحت لوای کانستراکشنیست گذاشت، به غیر از اون بحثی که رفه اون پویان کرد، اون یه مقدار اون وقتی که راجع به مارکس صحبت کرد یه مقدار پوزیتیویستیه. من خودم دیدم از مارکس این نیست، ولی در هر حال حالا هر کسی یه برداشتی داره. اولین به نظر من اولین و مهمترین تئوری ساختارگراها لیبلینگ تئوری است، یعنی تئوری برچسب زنی یا شاید اتهام زنی هم بشه گفت. و بحثشون اینه که بحث خیلی به نظر من بحث خیلی جالبی دارن، معتقدن که موقعی انحراف اجتماعی وجود داره که یکی اون انحراف رو تعریف کرده باشه و موضع علیهش داشته باشه و مهمتر از همه چیز مشاهدهش کنه. یعنی چی؟ یعنی اگه شما یه قتلی انجام بدی، یعنی یه طرفی رو که مثلا فهم کردی باید کشته بشه بکشی، بعد ببری و کسی نبینه این قتل رو، ببری بندازیش مثلا توی یه صحرایی یا توی دریایی توی جنگلی یا یه جا چالش کنی که اصلا هیچ کس دیگه نفهمه، کسی هم سراغ طرف نیاد، خانواده هم دوست فامیل و غیره که ببینن کجاست، و هیچ کس غیر شمایی که مرتکب به این جنایت شدی ندونه، اونقدر اتفاق نیفتاده و شما هم جنایتکار نیستی، چون مشاهدگری توی این رفتار غیر اجتماعی نبوده. یعنی باید یکی باشه که تعریف کرده باشه، اون برچسب رو به شما بزنه و مشاهده کرده باشه. اگر نباشه یه همچین چیزی نیست. مثال ساده ترش اینه که حالا ما اگه بخوایم توی حیطه طبقاتی بگیم که چند از رفقا اینجا مثال زدن، ببینید شما خیلی ساده میتونین مثلا آدمی باشین که خیلی از نظر مالی، از نظر طبقاتی بالا، از نظر مالی وضعش خوبه، و ممکنه مثلا زده یکی هم کشته، حالا یا تو تصادف ماشین یا با چاقو یا با اسلحه، به یه شکلی این چیزی به اسم
هاموساید همون مردر نیست. من فقط میخوام اینو بگم چون خیلی اشتباه میکنم با هم دیگه. هاموساید یعنی که یک انسان دیگر کشته باشه. مردر یعنی یک انسان قاتل یک انسان دیگه باشه. بنابراین هر کسی که کشته میشه از طریق یه انسان دیگه، یعنی قبل اینکه بره دادگاه معلوم بشه و غیره، بهش میگن آره آدم کشی. ولی مردر میشه قتل، یعنی ما رفتیم دادگاه، شما محکوم شدی و میدونیم که قاتل مثلا فلان کس هستی، حالا عمد غیر عمد غیر و غیره به هر شکلی. شما اگه به این نگاه، به این اینی که مثلا یکی رو کشته، اگر نظر طبقاتی وضعش خوب باشه، خیلی راحت فقط میتونه توی اون سطح هاموساید بمونه. یعنی یکی رو کشتی، انقدر وضعت خوب بوده که رفتی یه وکیل گرفتی. بله این اوجه ممکنه مثال خوبی باشه، ولی من بازم نمیدونم. یکی رو کشتی، وکیل داشتی، انقدر تونستی پول خرج کنی که دادگاه هم بری، بعد بیگناه شناخته بشی. از نظر لیبلینگ تیوری، یعنی به نظر انحراف اجتماعی و تئوری لیبلینگ یا برچسب زدن، شما منحرف نیستی، علارغم اینکه آدم هم کشتی. منتها برعکسش چیه؟ ممکنه یه آدم بی پولی باشه که پول نشته باشه وکیل بگیره، وقت دولت بهت یه وکیل عمومی بده که اصلا تقریبا هیچ کاری نمیکنن واسهت، و اون کارم نکرده باشی ولی میری دادگاه محکوم میشی، مجازات هم میشی، بعد ما فهم میکنیم تو منحرف اجتماعی هستی، پس حبس میشی غیره. پس انحراف اجتماعی به این بستگی داره که آیا برچسبش بهت زده میشه یا نه. حتی قبل از اون یه خود ساده تر کردنش به این شکلی که اونایی که به این تئوری معتقدن میگن مادامی که شاید از کوچیکی دیگه، شما نمیخواد کار منحرفی هم کرده باشی. ببین مثلا شما فکر کنید مثلا یه دختر بچه، یه پسر بچه، مثلا سن 8-9-10 سالگی، مثلا میرین سنگ پرت میکنین، شیشه میشکنین، هم یه توپ خونه یکی دیگه میبینین، توپو برمیدار میبینین خونت، نمیدونم با یه دوست دعوت میشه، یه چکم تو گوشش میزنی، مثلا یه خمشو میگیری میندازیش زمین، این کارهایی که مثلا بچه ممکنه بکنه، مردم آزاری، درست. بعد توی اون عالم 9 سالگی 10 سالگی این مثلا خیلی هم داری کیف میکنی، یعنی اصلا چیز عجیب. ببخشید من یه دورانی کشتی میگرفتم مثلا همین یه خم اومد تو ذهنم. از این نظرها یه بچه هستی که داری کار خیلی طبیعی میکنی، چیز عجیب غریبی هم نیست. بعد میگیرن یخت و میگن بابا جان تو مثلا میزنی شیشه یکی میشکنی، پلیس خبر میکنن، پلیس میاد، حالا یه چیزی بهت میگه یا ممکنه اذیت کنه، پدر مادرت رو صدا میکنه غیره، بعد بهت یه لقبی میدن، یعنی یه برچسبی میزنن، مثلا چه میدونم شیطون یا بیادب یا منحرف، یه برچسبی بهت میزنن. بحث لیبلینگ تیوری یا تئوری برچسب اینه که اون بچه 10 ساله‌ای که اینو میشنوه و بهش میبینه هی مدام چند نفر میگن مثلا تو شیطونی، تو منحرفی و غیره غیره، نهایتا این کارو میکنه، یعنی انقدر این برچسب بهش زده میشه که همونی میشه که دیگران دارن بهش میگن. این اصلا یه بحث جامعه شناسیه که در واقع معتقده که جامعه آینه ماست، هرچی که جامعه میگه ما به یه شکلی داریم ازش فرمان و این رو ادامه میدی تو زندگی. به همون مثالی هم که زدم ربط پیدا میکنه، یعنی بستگی داره که چه برچسبی به زده بشه. تئوری فنومنولوژیکاله یا پدیدار شناسیه که در واقع بحثش اینه که مهم این نیستش که کی داره این برچسب رو میزنه، مهم اینه که اون طرفی که بهش این اتهام زده شده خودش چه احساسی داره از این قضیه. یعنی پدیدارشناسی، من نمیدونم دوستانی که من یه مقدار راجبش توی تئوریای جامعه شناسی راجبش صحبت کرده بودم، یه پدیدارشناسی یه نقد خیلی اساسی است
بر همون مثبت‌گرایی یا پوزیتیویسم که انسان رو به شکل آبجکت میبینه، یعنی بیرون از خودش میبینه، ولی فنومنولوژی درست برعکس، یعنی مسئلهش اینه که اون آدم منحرف چی حس میکنه و بر مبنای احساسی که داره خودش آیا فهم میکنه منحرفه یا نیست و غیر و غیره. یعنی ذهنیت حاضر و آماده، نه اون چیزی که از قبل تعیین شده و تو ذهنش رفته و غیره. یه مثال خیلی معروفی، معمولا شما اگه با یه پدیدارشناس صحبت کنی، حالا شاید اونایی که تازه تو پدیدارشناسی هستن، مثلا با اون دانشجوهای فوق لیسانس یا دکتراشون صحبت کنین، این مثال، یه کسی بود، یه دختری یا حالا پسری، حالا براتون داستانش میگم، به اسم اگنس، که این کسی بود که به دنیا که اومد از نظر آلت تناسلی هر دوتا رو داشت، یعنی هم آلت تناسلی مردونه داشت هم آلت تناسلی زنونه، و پدر مادرش اینو مثل پسر بزرگ کردن، یعنی کاری نداشتن که دیگه چی هست، یعنی به آلت تناسلی زنونش کاری نداشتن و تأکید داشتن که پسره و مثل پسر بزرگش کردن. و خود این اگنس وقتی که بعداً با یه جامعه شناسی معروفی به اسم گارفینکل بحث کرد، موقع 19 سالش بود، یعنی صحبت کرد موقع 19 سالش بود، این چیزا رو گفت و گفت تا 17 سالگی من نمیدونستم چرا انقدر پدر مادر من تأکید دارن من مردم یا پسرم، چون همیشه خودم، گارفینکل با کی، بله، همیشه خودم احساس میکردم که دخترم، تا اونجایی که 17 سالش میشه و میره پلوی دکتر، خودش تنهایی میره به دکتر، میگه من اصلا احساس پسرانه ندارم، بله همینجوری احساس پسرانه ندارم، من دخترم و دلم میخواد که اون آلت پسرونم رو جراحی کنم، وردارم که بتونم مثل دختر زندگی کنم. آها، در ضمن اینم یادم رفت، یه موقعی که داشت بزرگ میشد توی سنین 16-17 سالگی، مادرش یه سری داروهای هورموندار میخورد، این شروع میکنه این داروها رو خوردن بدون اینکه به کسی بگه، و شروع میکنه بدنش شروع میکنه بیشتر و بیشتر شکل زن شدن. بعد این میبینه وقتی که داره بیشتر شکل زن میشه و بیشتر از اون حالت به اصطلاح خونسا و مردونگیش در میاد، بیشتر شکل زن میشه، شروع میکنه فکر کردن که مقام میتونم نهایتا با جراحی این کارو بکنم، و میره جراح میبینه، یعنی دکتر میبینه که این کارو بکنن، بعد جراح میگن خب ما نمیتونیم همینطوری. اینو اضافه کنم که این میشه 1967، یعنی 66-67 که این مسئله ترانسجندر و ترانسکشوال و حتی هوموسکشوالیتی اینا توی آمریکا، بله تو آمریکا، تا این کالیفرنیا بود، زیاد قابل قبول نبود. خلاصه میگن ما باید یه سری مصاحبه ها بکنیم، چون به این سادگی که تو میگی، بله 67، به این سادگی تو میگی نیست، ما باید بریم بیام باید صحبت کنیم، ایوالیویت بکنیم ببینیم میشه یا باید این کار کرد یا نه. تا اینکه بالاخره این گارفینکلی که گفتم باهاش مصاحبه میکنه که به اون به یه دلایلی که حالا بهش اطمینان داشت و میخواست همه چی رو بگه، به همه چی رو بهش میگه و میگه که من از نظر خودم همیشه زن بودم و هیچ وقت نمیفهمم که چرا هم بقیه هی تاکید داشتن که خوبه که نوت برمیداری و نمیدونم چرا همه تاکید داشتن که من پسرم. ببینید فنومنولوژیست ها، یعنی پدیدارگرها، منظورشون اینه که ما از بیرون یه همچین آدمی رو نگاه میکنیم، میگیم اینه، اونه، این منحرفه، حالش خوب نیست، ببرش دکتر، این کارا، ولی هیچ وقت کسی نمیپرسه که آقا یا خانومی که ما فکر میکنیم تو منحرفی، تو چی فکر میکنی؟ و اینی که تو چی فکر میکنی و اون ذهنیت اون آدم در رابطه با این که امروز، نه این که ببینیم مسئلهشون اصلا تاریخی، روانکاوی، نم سیاسی اقتصادی، این که از قبل چی شده، از کجا یاد گرفت و اینا نیست فنومنولوژیست ها. مسئلهشون اینه که امروز تو چه احساسی داری، این احساس چگونه است، برامون توضیح بده و غیره. هیچ کس ازش نمیپرسه امروز احساس چیه و بر اون مبنا ما همه فهم میکنیم این طرف
انحراف اجتماعی داره، چون درون این طرف رو هیچ وقت نتونستیم بفهمیم، چون مسئله‌مون نبوده، همیشه داریم از بیرون نگاهش میکنیم. تئوری سوم که یه مقدار خیلی یه مقدار پیچیده‌تر از تئوری‌های دیگه هست، ولی شاید چون به خاطر ماهیت آگاهی که رفقای این اتاق دارن شاید پیچیده نباشه، تئوری تضاد، یه کانفلیکت تئوری هست که بیشتر از همون تئوری‌های مارکسیسم یا مارکسیستی در میاد، که منظور اصلیش هم یعنی اولین کسی هم که من کمک بکنم به این که شما کمتر نوت بردارین، اولین کسی هم که راجبش نوشته اصلا یه آدمی به اسم یه محققی به اسم ریچارد چمبلس بود که میگه که قوانینی که ما بر مبنای اون منحرف یا غیر منحرف، اخلاقی یا غیر اخلاقی بهمون نقل زده میشه، قوانین سرمایه داریه. و این نظرم یه آدمی به اسم کوینی، ریچارد کوینی تکمیل کرد و گفتش که سرمایه داری تعیین کننده این قوانینیست که ما همون داریم تحت شعای اون زندگی میکنیم و نقد میزنیم و برچسب میزنیم به هم دیگه که آدم منحرفی هستیم یا آدم منحرفی نیستیم، زندان بریم یا زندان نریم، لیاقت داریم یا لیاقت نداریم. و این کوینی این چهار تا فاکتور رو به جوامع سرمایه داری و تعریفشون از هم جنایت هم انحراف ربط میده. این اون چهار تا فاکتور هم اینه. یکی این که میگه طبقات غالب، اون طبقاتی که در اون لحظه توی سرمایه داری، طبقات غالب شرایط سیاسی اقتصادی، اولا که جنایت رو طوری تعریف میکنن که علیه اون پدیده ها و رفتارهایی باشه که به ضد منافع خودشون هست یا منافعشون رو زیر سوال میبره. این یک. دومی از طریق نیروی پلیسیشون و کنترلشون اون قوانین رو استفاده میکنن که انسانهای دیگر رو کنترل کنن. سومی شرایطی رو از این طریق به وجود میارن که بیشتر اون قوانین رو که اینا گذاشتن طبقات محرومتر و پایینتر و طبقات کارگری مرتکب به این جنایات بشه به خاطر شرایطی که توش زندگی میکنن. و چهارمی از تمام این ستای بالایی استفاده میکنن واسه اینکه یه ایدئولوژی درست کنن که از طریق اون ایدئولوژی انحراف و جنایت رو تعریف کنن. بله، هر روز هم داره بیشتر میشه، درسته بیشتر میشه و متمرکزتر میشه، یعنی خیلی داره این تمرکزش داره، یعنی متمرکزتر منظورم اینه که ازش بیشتر داره استفاده میشه که بتونن کنترل کنن از این طریق. حالا تئوری دیگه‌ای که هست، تئوری دیگه بهش میگن مارکسیس تئوری که فهمم شنیدن، تئوری مارکسیستی هست که حتی مشخص تر از تئوری تضاد یا کانفلیکت توضیح میده که سرمایه‌داری اون قوانینی که ما تحت شعاعش داریم زندگی میکنیم قوانین استثمارن، یعنی مشخصاً مال اینی که چجوری از ارزش اضافه بگیره از کارگرا و کسایی که توی جامعه سرمایه داری دارن زندگی میکنن و چجوری استثمارشون کنه، و بر مبنای این تولید سود و تولید ارزش اضافه هستش که تعیین میکنن که کی خوبه، کی بده، کی منحرفه، کی منحرف نیست، کی باید قدرت داشته باشه، کی نباید قدرت داشته باشه. مثلا مثال میزنن، میگن وقتی که فرضی رئیس جمهور آمریکا بحث میکنه، یعنی متقاعد میکنه مردم رو با یه ایدئولوژی که ما باید بریم مثلا فلان کشور رو بگیریم، بمب بندازیم، بکشیم، و مثلا باعث میشه که صدها نفر، هزاران نفر، ده ها هزار نفر کشته بشن، این آدم هیچ وقت به عنوان یه قاتل
محسوب نمیشه، بلکه من خیلی هم دوستش دارن چون یه عالمه آدم کشته. ولی شما اگه یه همچین قدرتی نداشته باشی و به مناسبات سرمایه‌داری مثلا برای پولدارتر کردن این پیمانکارایی که تولید اسلحه میکنن حرکت نکنی و مثلا مثل جورج بوش یا ترامپ یا اوباما و غیره حرکت نکنی و اینا رو پولدارتر نکنی و مثلا حتی یه چکت گوشی یکی بزنی یا یکی رو هل بدی یا مثلا از خودت هم حتی بخوای دفاع بکنی، خیلی راحت هم میتونی بری زندان و اصلا تاریخ زندگیت هم میتونی تغییر بدی با یه همچین حرکتی و هیچ وقت توجیه نمیشه چرا همچین کاری کردی. همیشه هم منحرف و جزء کسایی هستی که جرم داره به عنوانه تو زندگیش. و اینو من کمتر توضیح میدم چون اون کسایی که تو این اتاق هستن من هم خیلی بیشتر آشنان با اینچین تئوری یا به گوششون بیشتر آشناست. یه تئوری دیگه فمینیستی هست که همون تئوری فمینیستی هست که معتقده در کل بیشتر قوانینی که توی جرم و جنایت هست مربوط به مرداست و از اونجایی که قوانین جرم و جنایت عمدتاً به کسایی که جرم میکنن میپردازن، یعنی دستگیر میکنن، حبس میکنن و غیره، به اون کسی که قربانی اون جنایت هست زیاد کاری ندارن. بنابراین که زنا هم خیلی از اوقات به جایی که کسایی باشن که جرم و مرتکب میشن، کسایی هستن که قربانی اون جرایم هستن، این سیستم قانونی اصلا به زنا کاری نداره. بنابراین نتیجه میگیرن که این سیستم قانونی عمدتاً برای مردها نوشته شده و برای اینکه به خدمت زنا بیاد اصلا هیچ چیز نوشته نشده و در نظر نمیگیره که یه خود فرای اون که اون جنایتایی که زنا بیشتر مرتکب میشن، من نمیدونم میدونین ولی یه سری جنایت هست که زنا بیشتر بهشون مرتکب میشن، مثل شاپلیفتینگ، یعنی از تو مغازه یه چیز رو برداشتن. بستگی داره زیر 100 دلار باشه، بالای 100 دلار باشه. اگه زیر 100 دلار باشه بهش میگن، اینا رو نمیدونم رفقام میخوان بدونن یا نه، میست مینر بهش میگن. اگه بالای 100 دلار بشه که میشه فلانی دیگه، یعنی جنایت. بعد شهر و ایالت یه خورده بالا پایینه، بعضی 100 دلار، بعضی 150 دلار، بعضی 50 دلار. بعد باید قانونا رو بخونید که زنا به این جرم بیشتر مرتکب میشن، زنا بیشتر چک بد می نویسن، یعنی چک بدون پشتوانه می نویسن، چکی که به قول معروف میشه باش بسکتبال بازی کرد، یعنی باونس میکنه. اینم یه جوک. و یا ویلفیر فراد، بی محل، درست. یا اینی که کردیت کارد فراد، که یعنی کردیت کاردی و یا ویلفیری، و اونم بیشتر به خاطر اینکه زنا بیشتر فقیرن تا مردا. یه تئوری دیگه هست که تئوری پاور تیوری یا تئوری قدرت، که معتقدن اون در واقع دلیل اصلی پشت انحراف اجتماعیه، که قدرت تعیین میکنه. که یه مقدار این هم تو کانفلیکت تیوری هست، تو تئوری هست، هم توی تئوری مارکسیستی هست، که در واقع هیچ چیز غیر از سودبری، یعنی منفعت مشخص مالی، به اون اندازه تعیین کننده قوانین اجتماعی و یعنی قوانین انحراف اجتماعی نیست و سوده که اینجا تعیین کننده ترین فاکتوره. به همون اندازه اون کسایی که قدرت دارن اگه نگاه بکنین از طریق قانونی و یا ارزش‌های اجتماعی کمتر کنترل میشن تا اونایی که قدرت ندارن. یعنی این نظر طبقاتی بخوایم نگاه بکنیم، کسایی هستن که خیلی مرتکب جرم میشن، همون جرائمی که طبقات پایین‌تر بهش مرتکب میشن، ولی اصلا کسی ممکنه به عنوان حتی انحراف بگذارن قانونی یا غیر قانونی نگاه نمیکنه. یه فیلم خیلی خوب برای دیدن برای این جریان، برای این تئوری که گفتم، American
سایکو هست که راجع به یه فیلم است که فیلم 1997-98 خیلی خوبه فیلمش. در این رابطه یه گفتم یه آدم به اصطلاح موفق وال استریت هست، خیلی وضعش خوبه، این هنرپیشه‌ش هم این به نظر من هنرپیشه خوبیه، فیلمای خوبی هم بازی کرده غیر از بتمن، ولی کریستیان بیل اگه فرصت کردین ببینین. یه آدم خیلی موفق وال استریت، خیلی وضعش خوبه، خیلی هم به خودش میرسه، یعنی یه مقدار از نظر روانی خیلی زیاد به خودش میرسه، کوچلوارش هم، پوستش، موهاش، غیره و غیره، ولی در این حال زنا رو میبره خونه، میبره آپارتمانش و بهشون تجاوز میکنه و قطعشون میکنه. بعد میاد وقتی که مثلا داره حرف میزنه با حتی پلیس، با حتی دوستای خودش، میگه، یعنی به زبون میاره، میگه دقیقا خیلی فیلم خوبیه، میگه من اینا رو کشتم، قطعشون کردم، همه این کار رو، بعد همه میخندن، یعنی اصلا کسی فهم میکنه که این داره جوک میگه، داره شوخی میکنه. و مسئله فیلم هم حداقل از نظر من، موضوع فیلم هم یا مسئله فیلم هم اینه که شما اگر به این شکل طبقاتی تو اون موقعیت های بالایی و قدرتی باشی، اصلا حتی هیچ کس فکر نمی‌کنه تو ممکنه کار انحرافی هم بکنی یا غیر قانونی هم بکنی، ولی اگه تو طبقات پایین تر باشی هر حرکتت ممکنه انحرافی باشه و غیر قانونی باشه. آخرین تئوری، من این رو هم مختصر میگم چون وقت داره تموم میشه، آخرین تئوری، تئوری پست مدرنه که من تو صحبتام راجع به پست مدرنیسم خیلی صحبت کردم قبلا، ولی در رابطه با انحراف اجتماعی طبق همون اون قوانینی که میگفتن، تئوری های گراند بهش میگن، مثل مثلا تئوری های مارکسیستی یا حتی مثلا مثل کینزیان یا مثل فلاسفه‌ای که اومدن، اینا دیگه فایده ندارن، بلکه تئوری ها همه باید از بین برن، چون هر کسی از موضع خودش صحبت میکنه. مثلا اون چیزایی که مسئله مدرنیسم بود، مثل اختراع کردن، نمیدونم با برهان بحث کردن، رشنالیتی و عینی‌گرایی، اینا دیگه مطرح نیست، بلکه الان برای پست مدرنیسم، یعنی بعد جنگ جهانی دوم، دهه مثلا دیگه آخرای 40 و اوایل 50 و 60 به این طرف، بیشتر مسئله اینه که راجب مسائل شخصی و مسائلی که خود مردم باش سر و کار دارن، مثل از خود بیگانگی شخصی، مثل احساس ابجکتیفیکیشن داشتن و غیره، اون مهمی که بهش بپردازیم. و معتقدم باید اون مسائل قدیمی، به قول اونا قدیمی مدرنیسم رو دیکانستراکت کنیم، یعنی دیکانستراکت همون انالیسیس یا آنالیزه یا تحلیل کردن نیست، بلکه اینی که اساساً از بین ببریم و توی اون تیکه هاشو بهش بپردازیم، ببینیم از کجا اومده و یه سری نظرهای جدید دیگه درست کنیم. یکی از پافشاری های پست مدرنیستا توی این هیته اینه که حتی زبانی که باش صحبت میکنیم، بازسازی یا تجزیه تحلیل، نه تجزیه تحلیل هم آنالیز کردن، اینا بازسازی نه، باید کلن خراب شه بعد دوباره ساخته بشه یا بازسازی بشه. یکی از هیته‌هایی که خیلی روش پافشاری دارن هیته زبانیه، یعنی لغت‌هایی رو، معتقد که لغت‌هایی رو که ما ازش استفاده می‌کنیم خود به خود ماهیتاً لغت‌های محدود کننده‌ای هستن برای خیلی از اقشار مردمی، و این لغت‌ها و این زبان خودش تعیین کننده یه ایدئولوژیه، یعنی انسان‌ها رو نگه می‌داره، منهدم هم میشه گفت، منهدم خود خشنتر از دیکانسترکشنه، زبانها رو نگه، انسانها رو نگه میداره توی اون هیتهی که نمیتونن حتی خودشون رو بیان کنن و اونم حتی باید تغییر بکنه. یه مثالی که میزنم، من این مثال وقتی راجع به فمینیست صحبت میکردم زدم یه بار، یه مثالی که میزنن اینه که برای حداقل تو زبان انگلیسی، برای مردی که بیشتر از یک زن هست توی زبان انگلیسی،
45 تا لغت هست برای حالا به انگلیسی پرومیسکیوس، یعنی یه مردی که با بیشتر از یک زن هست تو زبان انگلیسی 45 تا لغت هست. برای یک زنی که ممکنه با چند تا مرد باشه 550 تا لغت هست. یعنی خود این باعث میشه که زن یا مرد، پسر یا دختر، از این تمام لغتایی که در رابطه با زن داره که ازش استفاده کنه که بگه چقدر مثلا آدم منحرفیه استفاده کردن، تا با لغتایی که از مرد میتونه استفاده کنه برای اینکه به چقدر آدم منحرفیه استفاده کردن، خودش دو تا دنیای مختلفه و توی زبان هم زبان هم باید دست برد و این تغییرات رو داد. های دوستان رفقا مرسی، خیلی سرتون رو درد آوردم، چقدر حرف زدم. مایک آزاد تو ببینم که ببینین که نظرات و سوالات چیه. مرسی مایک آزاد. ممنون کاوه عزیز، آقای عبدی ممنون از حضور شما در اتاق و من به نوبه خودم واقعا بهتون میگم که پرتوان باشید. درودی گرم دارم خدمت دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن و من با اجازتون میکروفون رو در اختیار پرواز همکارم قرار میدم و ممنونم که در این مدت منو تحمل کردید. میکروفون برای شما پرواز عزیز. خیلی ممنون آقای عزیز. عبدی جان خسته نباشی، خیلی بحث خیلی خوبیه، متشکرم. واقعا نمیدونم چطور تشکر کنم که این گونه بحثا رو شما بر ما میارین. متشکرم.
متشکرم از توجهتون. بعد از این بحث خوب واقعا لازم بود که یک بریکی بگیریم. متشکرم، مرسی. دوستان اگر سوالی هست حتما نوبت بگیرین، یا اگر بحثی دارین آخرین فرصت هست که بعد از اتمام این بحث یه برنامه کوچیک نیم ساعت هم احتمالا خواهیم داشت. ساسن عزیز، شما مدت زیادی در نوبت بودین، بفرمایین صحبت کنین. یاد دوران عزیز، خیلی خوشحالیم از حضورتون. مرسی، خیلی ممنون. امیدوارم صدای من باشه. منم مثل اوقات واقعا سپاسگزاری میکنم از عزیز. واقعا خیلی خوب بود و خیلی چیزا آموختیم. ولی چون سوال من برای خودم هنوز حل نشده، دوباره یه مدل دیگه شاید تکرار کنم بهتره. هرچند حرفای منو دیگه بخت عمده شد کیومز زد، دیگه من حرفی نداشتم، میخواستم دستم رو بندازم. ولی با توجه به این تئوریایی که شما در مورد پوزیتیویستا و ساختارگراها گفتیم که دیگه من تکرارش نمی کنم، امیدوارم درسم رو خوب یاد گرفته باشم. بعد دیگه من بیشتر کنجکاو شدم که سوالم رو بکنم. اگر جامعه شناسی در واقع تا این حد اینقدر به یعنی تونسته که حتی تقسیم بندی بکنه و هر کدوم تئوریایی رو بر مبنای یک سری داده ها مثلا ارائه بده که بتونه کمک بکنه به انحراف اجتماعی، اتفاقا بیشتر من کنجکاو بشم که برگردم دوباره به همون سوالی که اول کرده بودم. سوالی که من کردم این نبود که مثلا چرا به گذشته میپردازه. من حالا شاید اینجوری صحبت کنم، یکی از تعریفای حالا خیلی شاید خیلی تعریف برجسته جامعه شناسی نباشه، ولی یکی از تعریفاش اینه که جامعه شناسی در واقع کشف روابط ناپیدای جامعه یا اجتماع هستش. یکیش همین یعنی از جمله یکیش همین انحراف اجتماعی میتونه باشه. حالا بعد از اینکه این کشف میکنه دو تا رویکرد داره یه جامعه شناس، یا میتونه همون که گفتین خودتون اکتور باشه، یا اینکه خودش رو بذاره جای اون بعد بیاد چی، یا اون مشکل رو فقط مطرح میکنه میگه ما اینو کشف کردیم مطرح میکنه، یا اینکه نه میاد یه نظرم میده. حالا من با اون که کشف میکنه فقط میاد مطرح میکنه کاری ندارم، با اونی که میاد نظر میده سوالم اینجاست که خود جامعه شناسی قدمتش آفرینشش خیلی بعد از یک سری انحرافای اجتماعی بوده که شما مطرح کردی. من میگم در سوال من اینه که چرا جامعه شناسی نمیاد در مورد اینا نظری رو بده که این انحراف اجتماعی رو جلوشو بگیره، فقط میخواد کنجکاف کنه، مثلا فقط این درس ها ادامه پیدا کنه تو سطح آکادمی، یا اینکه نه یک کار دیگه هم وظیفش هست بکنه. شاید من نمیدونم، اصلا وظیفه جامعه شناس این نیست که مثلا جامعه رو، روانشناس ها رو، پزشکان رو، اقشار مختلف جامعه رو، نمیدونم طبقه کارگر رو، نمیدونم همه اینا رو تحریف کنه و این به اینا این به این مسائلی که رسیده بیاد بیان کنه. حالا من این قسمت دومی که شما صحبت کردین نمیگم تا اون حد به جزئیات، ولی به طور کلی مثلا نباید این کارو بکنه. حالا برای اینکه باز مشخص تر بکنن این سوالی که شما گفتین و به درستی هم گفتین که توی دانشگاه، به دانشگاهمون ما میگیم این سوال رو مطرح میکنیم در مورد اون دکتری که دارو رو قائم کرده، فقط برای اینکه کنجکاوش بکنیم، در حالی که توی همونجا حالا منتسب به گاندی این جمله، نمیدونم واقعا به اون گفته یا نه، ولی تو کتاب ها که نوشتن گاندی اینجا، چون اونم هم حقوق خونده، اتفاقا جرم شناسی هم خونده. توی ایران هم این سوال رو الان میکنن، حتی تو با اینکه این رشته ها رشته هایی که خیلی ضعیفه توی ایران، ولی اونجا هم هست. این سال دوم میری همین سوال رو میکنن، این همین سوالی که شما گفتین یه دکتری میاد تلام میکنین، ولی اون پاسخی که اون میده اینه که ساختاری که ساختار اجتماعی که اجازه داده این دکتر این کارو بکنه غلطه، یعنی من به ساختاره میتازم. خب
حالا آیا به هر حال این که مطرح شده چرا جامعه، رشته جامعه شناسی برای کنجکاو کردن جامعه نمیره هیچ کاری بکنه، نمیره یه سوالای دیگه ای رو مطرح بکنه که مثلا دانشجوها رو کنجکاو بکنه تا یه رویکرد اجتماعی در جهت نفی انحراف اجتماعی داشته باشه؟ این یک. دوم این که مثلا در مورد همون نقص عضو که گفتین و چرا جامعه شناسی میاد اینجور که من فهمیدم از حرفای شما، میگه اونا میان در برابر این میگن مردا هم این کارو میکنن، حالا چرا ما میکنیم؟ حالا مردان ترانس سکسوئلا میان این کارو میکنن، چرا میان سراغ ما؟ در حالی که این اصلا نمیتونه غیر واقعی باشه، در اینکه این اتفاق قبلا، یعنی این انحراف بوده، جامعه شناسی بعدن اینو بعدن آفریده شده، این رشته میتونه بیاد در مورد این انحراف اجتماعی نظر بده. چرا نمیاد بگی که بابا در کودکی این کارو میکنن و اصلا زمین تا آسمون اون نقص عضو، این یک چیزیه که اونم یک عده خیلی خاص این کارو میکنن در مورد مردان، چرا در مورد اون که اصلا در واقع روح و روان و زندگی و همه، یعنی حالت روحی روانی، یعنی یک بخشی از لذت انسانی رو از اون میگیرن، یعنی حیات رو از اون میگیرن، چرا هیچ اعتراضی جامعه شناسی در مورد این نمی کنه؟ بحث من اینجاست که رشته جامعه شناسی یا من به اصطلاح وظیفه‌شو نمیدونم، شرح وظایفشو، یا اگر با تعریفایی که شما کردین و اینقدر ریز میره جزئیات رو در میاره و نظریه پردازان مختلفی پیدا میشن، نمیدونم ساختارگراها، نمیدونم به چندین گروه کلی تقسیم میشن، همونا نمیدونم به 4 تا تئوری دارن، اون یکی ها نمیدونم 5 تا دارن، نمیدونم نظر اون یکی چیه، این یکی چیه، فلان داره، تا این حد میره جلو، چرا در مورد اینا مثلا خیلی راحت نمیان حرفی بزنن؟ آیا این ارتباطی با اون ساختار کلی پیشبرد روابط نظم حاکم نداره؟ اگر داره خب یه بحث دیگه است، اگر نداره جامعه شناسی وظیفش نیست که در مورد اینا اعتراض بکنه، در مورد اینا حداقل نظر بده. اینی که سوال من این نبود که چرا بگویم، سوال من این که آیا چیزایی که از گذشته به ارث رسیده نباید جامعه شناسی بیاد یه نسبت به علم، نسبت به حالا همین چیزی که شما یه چیز روشمند پیدا بکنه که اینها رو مطرح بکنه و اینا رو تبدیلش بکنه، یعنی این یه گفتمانسازی بکنه در کل جهان، حتی بعدش این رو نفی بکنه، برای اینکه در کل مثلا این دو سه تا مثالی که من زدم حداقل مثالاییه که اصلا ضد انسانیه دیگه. در هر صورت همین، خیلی چیز دیگه خاصی نداشتم، چون خوب جا نیفتاده بود صحبت کردم سوالم، وگرنه باز صحبتی نمی کردم. ولی بازم از شما سپاسگزارم، برای اینکه این تو این قسمت دوم من خیلی چیزا یاد گرفتم از شما. من میکروفون رو رها می‌کنم. متشکرم ساسان عزیز، خوشحالیم از حضور شما. عبدی جان معذرت میخوام، از اونجایی که کسی در نوبت نیست، اگر مایل هستین، برای اینکه خیلی دیرتون هم نشه، ضمن پاسخ اگر مایل هستین اونطور که دوست دارین یه جنبندی کلی هم لطف کنین، و حتما یه بار دیگه ازتون میخواییم که بیاین باز در این مورد صحبت بشه، که صحبت تکمیل بشه، اگر صلاح میدونین. البته عبدی جان بفرما، میکروفون برای شما. مرسی پرواز جان و مرسی ساسان جان. من الان فهمیدم بر واقع سوالتون رو، ببخشید من دفعه پیش یه چیز دیگه متوجه شدم. صدا هست؟ ببخشید من سوال نکردم. صدا هست. خیلی خوب، این اتفاقا سوال خیلی خوبیه. من همیشه سر کلاس میگم، میگه این سوال خیلی خوبیه، منم از سوال خیلی خوب اصلا خوشم نمیاد، ولی کلن سوال خوبیه. ولی من این توضیح رو بدم، شاید تقصیر منه که اینجوری
اینجوری مطرح کردم. ببینید کلن جامعه شناسی دو گروه هن، یعنی دیگه دو تا گروه انسان دیگه، نه دو تا نظر. دو نوع جامعه شناس ما داریم. این فکر کنم تو دنیا اینطوریه، ولی آمریکا رو من مطمئنم چون خودم جزوه یکی این گروه ها هستم. یه گروهه که هم که شما گفتین دوستان ساسان میخواد دنیا رو توضیح بده، حالا شما از این گفتی اکتشاف یا قوانین اجتماعی رو کشف کنه، حالا من نمیدونم کشفه یا نیست، ولی توضیح بده، کشف کنه هرچی. یه گروه دیگه هست که میخواد تغییر بده، و این گروه از نظر کمی کیفیتش اینه که تغییر، کیفیت اون یکی کیفیتش اینه که توضیح، ولی از نظر کمی تقریبا برابرن. یعنی به همون اندازه که ما جامعه شناس داریم، من این آمریکا رو میدونم، واقعا جای دیگه نمیدونم، برای جای دیگه یه مقدار محدودیت ممکنه باشه، یا محدودیت حتی کمتر باشه از آمریکا یا بیشتر باشه، ولی دیگه بستگی به اون جامعه داره، یا به حداقل به آکادمی اون جامعه داره. از نظر کمی تقریبا مساوی هن، یعنی به همه اندازه که جامعه شناس هست که فقط میخواد دنیا رو توضیح بده، جامعه شناس هست که میخواد دنیا رو تغییر بده. یه خورده اگه اجازه بدین من حتی فراتر این میرم، معمولا اینجوری، معمولا و نه همیشه، حالا نگین من یه جامعه شناس پیر میشناسم که میخواد دنیا رو تغییر بده، معمولا جامعه شناسایی که تا مثلا بگم از سال دکترا گرفتنشون 10 سال گذشته، شاید 10-15 سال گذشته، جز اونایی هن که میخوان جامعه رو تغییر بدن، اونایی که 15 سال به بعد گذشته جز اونایی هن که میخوان جامعه رو توضیح بدن. اگه بخوایم سنی هم نگاه بکنیم، معمولا توی زنا جامعه شناسا بیشتر کسایی که میخوان جامعه رو تغییر بدن، توی مردا کسایی که میخوان جامعه رو توضیح بدن. توی سیاه و سفید و قهوه‌ای، یعنی من دارم همه دموگرافی ها رو تا اونجا که میتونم میگم، توی سیاه و سفید و قهوه‌ای و غیره، سیاه ها و قهوه‌ای ها میخوان تغییر بدن، سفید ها میخوان توضیح بدن. یه مقدار برمیگرده به اون شرایط زیستیشون، یعنی شرایط سیاسی اجتماعی زندگی و شخصیشون، یه مقدارم برمیگرده به آگاهیشون و غیره، یه مقدارم برمیگرده به سنشون. بنابراین ما خیلی جامعه شناس داریم که میخواد دنیا رو تغییر بده. من خودم الان شاید منو زیاد نشناسیم، ولی من خودم جزو کسایی هستم که مدام، من الان توی 5 تا گروه سیاسی اجتماعی و مهاجری، یعنی کسایی که رو مهاجرت فعالیت میکنن، من دارم کار میکنم و این چیزی رو که میدونم، یعنی از جامعه شناسی میدونم و یاد گرفتم، تو تمام این جاهایی که کار میکنم، تمام این سازمان هایی که کار میکنم به کار میبرم و توضیح میدم و معتقدم که باید تغییر داد. و علم جامعه شناسی، اگه کسی به شما گفته که علمیست که فقط توضیح میده، یا ندونسته و گفته، یا اشتباه گفته، یا دروغ گفته، چون این علم جامعه شناسی نیست. خیلی از کتابایی که جامعه شناسا نوشتن استفاده میشه برای تغییر دنیا تا فقط توضیح دنیا. یعنی جامعه شناسا که دارو نوشتن که چجوری باید مثلا نمیدونم مثلا این سیستم جنایی رو تغییر داد، این سیستم نجات پرستی رو تغییر داد، این سیستم سیاسی رو تغییر داد. اصلا شاید بزرگترین آدمایی که توی علوم اجتماعی در رابطه با تغییر جوامع و مسائل سیاسی اجتماعی فرهنگی مذهبی اقتصادی نوشتن جامعه شناسا باشن که چجوری باید تغییر داد. بنابراین دو گروه هم دیگه، تغییر دهندگان و توضیح دهندگان. شاید از من اینو همینجوری دارم میگم، یعنی واقعا اصلا این توی نتو تحقیقه من خودم، چون دلم میخواد به این ربط بدم دارم ربط بدم، نه اینکه پشت سرش تحقیقی هست. از اون موقعی که انگلز رو سنگ قبر مارکس نوشت فلاسفه تا حالا دنیا رو توضیح دادن، در صورتی که مسئله اینه که باید دنیا رو تغییر داد، این خودش با اینکه یه جمله است رو یه سنگ قبر، ممکنه به نظر خیلی ها زیاد مهم نیاد،
این خودش باعث شد که یه شکافی بیفته توی کسایی که اون موقع جامعه شناسی به اون شکل وجود نداشت، ولی این خودش باعث شد یه شکافی بیفته بین کسایی که تحقیقات اجتماعی میکنن و نظر اجتماعی دارن. بنابراین طبیعیه و اینو من میدونم تو علوم سیاسی صدق میکنه، توی مردم شناسی یعنی آنتروپولوژی صدق میکنه، توی حتی روان پزشکی و روان شناسی صدق میکنه و حتی تو اقتصاد، فلسفه با اینکه به اصطلاح به زمین وصل نیست، تو همه این مکتبایی که گفتم، تو این دیسیپلینایی که گفتم، تغییر دهندگان هستن و توضیح دهندگان. این فقط خاص جامعه شناسی نیست. من فقط همین خواستم بگم چون صحبت دیگه هم نشد و امیدوارم که دوستان نمیدونم لذت برده باشن یا حداقل گوش کرده باشن و به یه جایی رسیده باشن. من اگر بخواین پرواز جان، نمیدونم یه دو سه هفته دیگه، چهار هفته دیگه میتونم ادامه این بحث منتها دیگه مشخصا در رابطه با دیگه موارد مشخص اجتماعی که دیگه تمام اعتراضی که دوستمون کرد که مسائل شخصی نخواهد بود، بلکه دو گروه های اجتماعی و انحراف اجتماعی رو توضیح میدم اگر بخواید. اگرم نه که خب، مرسی. مرسی عبدی عزیز، سلام تازه خدمت دوستان، امیدوارم که خوش و سلام. راجع به کنفرمیست ها صحبت کردی عبدی و راجع به موسیقی در حوضه با کنفرمیست ها میذارم خودارم خودیتیه. Sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, sono federalista. Leninista,
e dopo un po' non so perché mi sono trovato catto comunista. Poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato. Vive e questo già gli basta. E devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi il conformista. Sure.